بسم الله الرحمن الرحیم. ای ماه رجب بوسه بزن بر سر رویش، ای ماه رجب بوسه بزن بر سر و رویش، ای مهر ببر سجده به خاک سر کویش، ای لیله قدر این تو و این طره مویش، ای خلق جهان روی بیارید به سویش. این باب کرم، باب دعا، باب مراد است، والله جواد است، جواد است، جواد است. السلام علیک یا جواد الائمه. با درود و سلام و تقدیم احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، ولادت با سعادت امام محمد تقی، امام جواد علیه السلام، خدمت همه محبان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و شادباش میگم. امیدوارم که عید همگی ما و شما با فرج مولایمان امام زمان به عید واقعی مبدل شود. بسیار خوشبخت هستیم که با برنامه به وقت بیداری با شما عزیزان همراه و همدل هستیم. بله، طبق روال سه شنبه ها با موضوع پاسخ به سوالات شرعی در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین رسولی هستیم. سلام علیکم جناب استاد رسولی، عید شما مبارک باشه. بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان. خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عید بر شما هم مبارک باد. انشاءالله موفق و پیروز و شادکام باشین. سلامت باشین. بر شما. قبل از اینکه وارد موضوع اصلی ما شویم، که یک سری سوال هایی که از مخاطبین ما در طول هفته برای ما رسیده و ما امشب در خدمت شما و ایشان هستیم که سوال های اونا را پاسخ بدیم، درباره امام جواد اگر کوتاه صحبت بفرمایید. بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و همراهان همیشگی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق و پیروز و مثل همیشه ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. ای ولادت با سعادت خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. بله جناب حیدری بزرگوار، امام جواد علیه السلام را بهش میگن که مبارکترین مولود، هم میگن مولود مبارک، ولی تعبیر روایات مبارکترین مولود است درباره امام جواد. درباره امام جواد علیه السلام چرا مبارکترین مولود است؟ به خاطر که امو رقم که ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که محقق شد، اونایی که پیامبر ابتر میخواندن و پیامبر را بدون دنباله میخواندن مایوس شدن و به تعبیری خلع سلاح شدن. با ولادت امام جواد علیه السلام نیز همی اتفاق افتاد و خیلی کسا وجود نازنین امام رضا علیه السلام را طعنه میزدن، منتظر بودن که خب چیزی نشد. از او طرف روایاتی هست در شیعه، منابع شیعه معروف بوده که ائمه 12 تای و تای از اینا از نسل امام حسین علیه السلام و یکی یکی نام برده شده بود، تا ای که رسیده به امام رضا دیدن خبری نشد. 47 سال امام رضا علیه السلام سنشان بود اما خبری نشد، صاحب اولاد نشد. بله، و ای اذیت میکرد امام رضا را، طعنه میزدن، نیش و کنایه و به تعبیر همو امام رضا علیه السلام را ابتر میخواندن، تا اینکه وجود نازنین آقا امام جواد علیه السلام به دنیا آمدن و خط بطلان بر تمامی یاوگویی ها کشیده شد و امام رضا علیه السلام بسیار خوشحال و شادمان از یک سو، از طرف دیگه واقفیه
که یک فرقه بودن در امام موسی کاظم علیه السلام توقف کرده بودن بله. و اصلا امامت امام رضا را قبول نداشتن. خب امام رضا هم که اگر فرزندی هم تا اون زمان به دنیا نمود، دیدین که سلسله امامت به اینا ختم نمیشه، اگر به این ختم میشد خواهی اولاد نداره چطوره که با ولادت امام جواد علیه السلام شادی و خوشی به خانه امام رضا علیه السلام و خانوادگان اهل بیت آمد و بسیار امام رضا نسبت به این قضیه هم خوشحال شدند. بله بسیار سپاسگزار هستیم از خداوند، میخواهیم که به میمنت و مقدم این مولود ترین با برکت ترین مولود انشاءالله که زندگی ما و بینندگان عزیز و گرامی را همراه با برکت و سعادتمندی قرار بده، اجازه بدید که سوالا را از خدمت شما بپرسیم. در خدمتتان هستم. با توجه به اینکه در جلسه گذشته درباره اعتکاف صحبت شد و از اون طرف هم که ما در آستانه یکی از ایامی هستیم که اعتکاف در اون مستحب است که همی ایام البیز ایام البیز هست، بله، یکی از بینندگان ما با پیش شماره مثبت 98 936 4 رقم آخر 5984 گفته اگر کسی معتکف شود و ولی اعتکاف خود باطل کنید با آخر نرسانه ای چه حکمی داره؟ خدمتتون عرض کنیم، ما در جلسه گذشته خدمت بینندگان عزیزی که مستحضر هستند در باره اعتکاف مفصل صحبت شد. بله. اما در این قضیه را خدمتتون عرض کنیم، همونجا البته تذکر دادیم که شخص اعتکاف دو قسم است. یک اعتکاف واجب است که طرف به واسطه قسم، نذر، عهد بر خودش چی کرده؟ واجب کرده، یعنی قسم خورده، عهد بسته، نذر کرده که مدت 3 روز یا 5 روز یا بیشتر یا کمتر را در یک جای چی باشه معتکف باشه. خوی اعتکاف واجب است. ابتدا به ساکین بس به گردن هیچ یکی از مسلمانان اعتکاف واجب نیست، مثل که نماز و روزه. بله بله بله، اعتکاف یک امر مستحبه که به واسطه نذر و قسم و عهد به گردن انسان چی میشه؟ واجب میشه. خب اگر اعتکاف واجب را به هم بزنه یک قضیه، قضیه دیگه اعتکاف مستحبه. اعتکاف مستحبه وقتی که شما روز دومشه معتکف بودی، باز روز سومش هم چی میشه؟ واجب میشه. درست. یعنی شما روز اوله و تا تمام نشدن روز دوم مختاری که اعتکاف میتونی چی کنی؟ به هم بزنی. منظور تا غروب روز دوم. بله، ولی اگر روز دوم شد، تمام شد روز دوم دیگه، غروب روز دوم. بله بله. یا ساعت 24 روز. نه 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 نه، روز خدمتتون عرض کنم که طبق شریعت مقدسه ما با هم خاطر بله مغربه، یعنی غروب شد و به اصطلاح اذان گفته شد و روز میگن تمام شد دیگه. بله. که در روزه هم داریم که میگه روزه رو تا شب تمام کنیم، شب یعنی غروب، یعنی درست. مغرب. پس بنابراین اگر روز دوم را ای اعتکاف کرد، روز سوم را چی میشه؟ واجب میشه. نمیتونه او را چی به هم بزنه. حالا چه شخص اعتکاف واجب را که به واسطه نذر و عهد و قسم بوده، یا این اعتکافی که روز دوم هم تی کرده، سپری کرده که باید روز سوم هم چی بگیره؟ اعتکاف بگیره. این اعتکاف را به هم زده و به اصطلاح اعتکاف انجام نداده، میفرماید باید اعتکاف خودش چی کنه؟ قضا کنه. یعنی حتما باید این اعتکاف را در یک تایمی، در یک وقتی که برش وقت مساعد شد، بله، اعتکاف خودش چی کنه؟ قضا کنه. قضا بکنه. ممکنه با سوال شود که آیا غیر از قضا چیز دیگری هم هست یا چیز دیگری نیست؟ خوشبختانه بگیم یا متاسفانه بگیم، بله، چیز دیگری هم هست جناب حیدری صاحب و بینندگان عزیز. کسی که اعتکاف واجب را به هم میزنه و از اعتکاف میای بیرون، بله، علاوه بر از این که باید اعتکاف در یک تایم دیگه انجام بده، یعنی قضای بگیره. البته ای که میگیم باید، این وجوبش فوری نیست که مثلا فردا یا پس فردا زودتر، نه، میفرمایند که واجب بگردن از این واجبه، بالاخره باید رو چی انجام بده، اما نباید قدر تنبلی کنه و این قدر پشت گوش بازه که بگن سهلنگاری میکنه در انجام تلقی واجب نشبه. سهلنگاری تلقی نشوه، ولی باید این رو انجام بده. پس علاوه بر ازو کفاره هم باید بده و کفاره کسی که اعتکاف واجب را از بین میبره ایست که خدمتتان عرض کنم یا 60 روز روزه بگیره. چه کفاره سنگینه؟ بله، تقریبا مثل کفاره ماه مبارک رمضان. کسی درست. که روزه را کسی که عمدن به هم بزنه و باطل بله میگم ولی باز بیشتر توضیح میدیم، ولی یا 60 روز روزه بگیره که با 31 روزش باید پشت سر هم دیگر باشه و 29 روز دیگه شه میتونه متناوبا روزه بگیره، یا اگر اون رقم نیست 60
فقیر تعام بده. که 60 فقیر تعام بده یعنی به هر کدامش 750 گرم نان یا خرما یا آرد یا گندم بده، چی میکنه؟ کفایت میکنه. خب حالا کسی که اعتکاف به هم زده، این مال کسیه که عمدن این کار را کرده، یعنی اعتکاف خودش چی کرده؟ به هم زده. اما اگر کسی فراموش کنه یا کسی سهواً این کار را انجام بده یا کسی اصلا مسئله را نمیدانسته، یعنی باطل کنندگان اعتکاف نمیدانسته و نمیدانسته که نمیتونه اعتکاف خودش چی بزنه؟ به هم بزنه. و در این ندانستن معذوره، یعنی جاهل خدمتتون عرض کنم که مقصر نیست، جاهل قاصره، این چیزی برگردنش نیست. اما اگر کسی عمدن به هم بزنه یا خدمت شما عرض کنم نمیدانسته، اما در ندانستنش عذر نداره که میشه جاهل چی؟ مقصر. این شخص باید حتما هم، یعنی به هم خورده، درست اعتکافش به هم خورده، هم باید قضا کنه و هم باید چی بده؟ کفاره بده. ولی کسی که جاهل قاصر را، یعنی نمیدانسته و در ندانستنش هم چیه؟ معذوره، ولی یک کاری کرده اصلا اعتکافش به هم نمیخوره که بعد باز چی داشته باشه؟ قضا داشته باشه و دوباره هم کفاره داشته باشه. بله، بسیار سپاسگزار هستیم. اجازه بدید که یک وقفه کوتاه میان برنامه همراه با بینندگان عزیز تماشا کنیم، باز برمیگردیم خدمت کارشناس محترم. دعوت میکنم به تماشای یک میان برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتکاف فرصتی است برای خلوت کردن با خداوند. اعتکاف موقعیت بسیار مناسبی است تا انسانی که در پیچ و خمهای مادی غرق شده خود را باز یابد و به قصد بهره‌وری از ارزش‌های معنوی از علایق مادی دست بکشد. اعتکاف و خصوصاً اعتکاف در ماه رجب فرصتی است برای عبادت خالصانه و بدور از مادیات و کجی‌های زندگی که بزرگان دینی همیشه از آن بهره بردند. اعتکاف خدمتی به عمر بشریت داشته و فقط به دین اسلام اختصاص ندارد. در دیگر ادیان الهی و غیر الهی نیز اعتکاف جایگاه ویژه‌ای داشته و در اسلام جایگاه و فضیلت آن استمرار یافته است. از زمان ابراهیم تا مریم، زکریا، موسی و عیسی علیهم السلام اعتکاف راهی برای بندگی و تقرب به خداوند بوده است. اسلام با تأیید و تداوم اعتکاف که در واقع نوعی خلوت و درونگرایی است، برای ساختن انسانها و جلوگیری از خدا فراموشی و خود فراموشی چاره اندیشی کرده است. اینها همه نشان می دهد با آنکه روح تعالی مدیان دعوت به اجتماع است، اما انسان به برنامه هایی که او را با درون خود پیوند دهد نیز محتاج است. اعتکاف زمینه مناسبی است تا انسان به کاوش درباره انگیزه ها و روحیات خیش بپردازد و برای رفع نقصان و تکامل آن کوشش نماید. اعتکاف با ویژگی های خاصی که در اسلام وجود دارد پاسخی است به نیازهای روحی و فرصتی است مقتنم برای رو آوردن به خود و خداوند. از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند: هر کس 3 روز از ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند میان او و آتش جهنم به اندازه 70 سال فاصله می اندازد. پروردگار مهربان به کسی که 3 روز از ماه رجب را روزه گرفته خطاب می کند که حق تو بر من واجب شد و دوستی و ولایتم برایت حتمی. ای فرشتگان، در حضور شما شهادت می دهم که گناهان بنده ام را آمرزیدم. مالک ابن انس می گوید: سوگند به خدا چشمانم تا کنون کسی را که از نظر وارستگی، فضیلت و عبادت و پرهیزگاری برتر از امام صادق علیه السلام باشد ندیده است. روزی به ایشان عرض کردم: ای فرزند رسول خدا، پاداش کسی که 1 روز از ماه رجب را با ایمان و اخلاص روزه بگیرد چیست؟
امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم از پدرش و او از جدش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برایم روایت کرد که هر کس یک روز از ماه رجب را از سر ایمان و اخلاص روزه بگیرد گناهانش آمرزیده می شود. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، مخصوصا شما بینندگان عزیزی که تازه به جمع پیوستین، شما بیننده برنامه به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی داری به طور زنده و مستقیم هستید. مثبت 964-780-255-4013 پول ارتباطی شما خوبان از طریق واتساپ و تلگرام با تلویزیون جهانی هادی با برنامه به وقت بیداری هست. بسیار بسیار خوشحال میشیم که شما با دیدگاه های خودتان، با انتقادها و پیشنهاد های خودتان و سوال های خودتان خدمتگزاران خودتان در این شبکه را تشویق کنید و مایه دلگرمی ما باشین. ماه رجب ماه عبادت و بهار معنویت هست و مخصوصا که ایام اعتکاف پیش رو داریم. اگر شما بینندگان کدام از شما بینندگان عزیز برنامه برای معتکف شدن دارید، التماس دعا داریم و برای خودتان، برای فرج امام زمان و همینطور برای برطرف شدن مشکلات جامعه انسانی و مخصوصا دیگر بینندگان هم حتما دعا بفرمایید. اجازه بدید برگردیم خدمت کارشناس محترم جناب استاد رسولی. یک سوالم دیگه هم درباره اعتکاف مانده، امیر جواب بدین باز میریم سراغ دیگه سوال ها. در خدمتتون هستم. یک مسئله این است که کسی معتکف میشه ولی قبل از اینکه اعتکافش تمام شوه ای از دنیا میره و مرحوم میشه. این تکلیفی چیز ده اعتکاف واجب. خدمتتون عرض کنم که حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی میفرمایند که بر ورثه، بله، و بازماندگان از او چیزی نیست. یعنی طوری نیست که مثل نمازش یا مثل روزه یا مثل حجی که روز انجام دادنش از طرف از او چی کنن؟ قضا کنن. یعنی چیزی بر گردن از اینا واجب نیست، حتی بر گردن پسر بزرگتر. اگرچه بله، احتیاط مستحب هست و از نظر اخلاقی هم این کار کار بسیار پسندیده و خوبیه که پدر وقتی در اعتکاف از دنیا رفته و اعتکافش تمام نشده، پسر یا کسی از او این کار را به سرانجام برسانند از طرف او، ولی واجب نیست. چه قسمی میشه به سرانجام برسانه؟ کد او خودش فوت کرده. بله دیگه، مثلا این کفاره شه بتمام. نه نه، او کفاره که نداره. خب چون اعتکاف از این به تمام نشده، مثل دقیقاً نمازی که نخونده. یعنی یک نفر به نیت او به یک سال دیگه دقیقاً همین معتکف سال دیگه نه نداره. چون دوست شما در جریان هستین که اعتکاف در تمام ایام مشروعیت داره. خب نه، مثلا فرض کن که بلی، آخر رمضان معتکف بوده و مثلا شرط کرده بوده که همین دهه آخر اگر رمضان معتکف باشه. اگر شرط نکرده باشه، اگر شرط نکرده باشه، اگر زمان مشخص نباشه بتونه هر وقت فقط ما در برنامه قبلی اشاره کردیم، فقط دو تایمی که روزه حرامه، که عید فطر باشه و عید اضحا یا عید قربان باشه، که روزه گرفتن جایز نیست، اعتکاف هم جایز نیست. و در هر جایی که روزه گرفتن جواز داشته باشه، تا و زمانی که روزه گرفتن جواز داشته باشه، اعتکاف هم چی داره؟ جواز داره. بله، بسیار عالی. بله، بیننده گرامی ما از شهر باستانی هرات، از همشهری های هراتی ما، با مثبت 93-74 چهار رقمی آخرش هم 18-34 پرسیدن که کسی که روزه قضایی در گردنش هسته آیا میتونه روزه مستحب بگیره؟ مخصوصا که این روزا در ماه مبارک رجب هستیم و روزه مستحبش بسیار بسیار هم سفارش شده. حضرت آیت الله العظمى سیستانی در این زمینه میفرمایند: خیر، کسی که روزه واجب به گردن داره، روزه خودش روزه واجب داره، بله، روزه مستحبی نمیتونه بگیره. اما خب ما خدمت از این بیننده عزیز که ممکنه ما رو ببینه و صدای ما رو بشنوه، باید عرض کنیم خب همین روزه قضای خود که انسان در ماه مبارک رجب بگیره، خود از این هم چی داره؟ ثواب داره. خود از این میشه گفت با یک تیر دو نشان بله داره؟ دو
نشان، چند نشانه میتونه انسان چیه بزنه. پس ما نباید دنبال ازی باشیم که حتما ما یک روزی مستحبی بگیریم که باز در ثوابش چی شویم، شریک شویم. خب شما که در این تایم رجب روزه قضایی خودت میگیری، شما هم از این ان شاء الله بهره مند قطعا اون ثواب روزه مستحبی رجب هم داره دیگه، بهره مند بله بهره مند میشه. چرا؟ چی آنچه که مهمه اینه که عبودیت و بندگی که شما داری. چرا شما در تایم دیگه قضا نمیکنی؟ خب به خاطر از اینکه میگه فصل فصل خوبیه، ماه ماه خوبیه، بیا روزه رو ما در همین ماه قضاش کنیم. بله ان شاء الله که خداوند قسمت ما و شما بکنه. جناب استاد رسولی، کسی اگر نماز واجب قضایی در گردنش باشه میتونه نمازهای مستحبی بخونه؟ بله، البته حضرت آیت الله العظمى سیستانی فرق گذاشته بین روزه و نماز. گفته کسی که روزه قضایی داره روزه مستحب گرفته نمیتونه، ولی کسی که نماز قضایی داره، نمازش از خودش قضا شده، میتونه نمازهای مستحبی مثل نماز شب، نمازهای دیگر میتونه انجام بده. مشکلی در این زمینه نیست، نه. فرق است. خیلی عالی. یکی از بینندگان عزیز و گرامی ما، بازم از وطن عزیز ما افغانستان، با پیشماره مثبت 93-76 چهار رقم آخر 22-99 گفته که در تقسیم ارث بین ورثه که دختر و پسر هستند، آیا بین اموال منقول و اموال غیر منقول فرقی هست؟ یعنی دختر میتونه هم از اموال منقول ارث ببره هم از غیر منقول، یا فقط از منقول ارث میبره؟ خدمتتون عرض کنم که قبلش فرق منقول و غیر منقول. بله، اموال غیر منقول، بله اموال غیر منقول مثل زمین، مثل آب، مثل باغ، مثل درخت، و این اموال میشه اموال چی؟ غیر منقول. مثل دکان و بله دکان و مغازه و چیزا. اموال منقول هم که تمام چیزایی که قابل حمل نقل، طلا، سرمایه است، پول است، پیسه است، جواهرات است، تفنگ، ماشین، هر چیزی که است میشه اموال چی؟ منقول. ولی من فکر میکنم تصور بر ایست که این سوال که کرده، انگیزه از این سوال یا مسئله برش اشتباه شده، و اون مسئله ایست که در زن انسان، یعنی شخصی از دنیا، شخصی از دنیا برود و از او همسری باقی بمانه، میفرمایند زن که همسر انسان باشه، نه زنی که دختر باشه، نه زنی که مادر انسان باشه. درست. زنی که همسر طرف زوجه باشه، زوجه باشه، تعبیر دقیق، زوج از دنیا بره و زوجه باقی بمانه. میگن زوجه از اموال غیر منقول از خود عینش ارث نمیبره. همه فقهای را میگه حضرت آیت الله العظمى، بس از حضرت آیت الله سیستانی رو داریم، بلکه مثلا اگر زمینی مانده باشه یا باغ مانده باشه، اینطوری نیست که نصف باغ یا یک ششم باغ یا یک هشتم باغ را بگیم اینی مال طرف، بلکه از همون یک هشتم، ای از همون یک چهارم، ای که یک هشتم و یک چهارم میگیم، به خاطر اینکه اگر از این صورتش فرق میکنه، بله زوج اگر پسر یا دختر یا فرزند باقی مانده باشه، خب دو خانم یک هشتم میرسه، اگر فرزند باقی نمانده باشه یک چهارم میرسه. اینو میگن پس زوجه از خود زمین و از خود باغ و از خود اموال غیر منقول ارث نمیبره، بلکه تبدیل میشه به قیمت، قیمتش به او میدن. اما ده فرزند میت فرق بین پسر و دختر نیست. همون رقم که پسر از اموال منقول و غیر منقول ارث میبره، دخترم از اموال منقول و غیر منقول ارث میبره، هیچ فرقی در زمین نیست، فقط فرق در مقدارشه. درست. که پسر دو برابر دختر ارث میبره و دختر نصف پسر ارث میبره. آیا که چرا او ارث میبره؟ باز ما دیگه با ما ربطی فعلا نداره، ما مسئله احکام میگیم. بله، شاید زمینه این سوال علاوه بر چیزی که شما فرمودین که خلط مسئله شده باشه، یک واقعیت هایی ممکنه در افغانستان باشه متاسفانه، یعنی در عمل دخترها را مثلا ممکنه ارث شنه، تا اگر هم بیته حد اکثر از اموال منقول بیته دیگه، خانه و زمین و یه چیزها را نیست نکنه، که این دیگه ممکنه به خارج از ایل و تبار و قبیله ممکنه منتقل شد. یعنی این قسم مشکلات هم هست که این سوال در ذهن بیننده ممکنه خواهد. من نمیخواستم وارد از این قضایا شدیم، ولی خب شما وارد از این قضایا شدین. بله همین رقم است. میگه چطور میشه که مثلا بچه کس که داماد باشه، بله بله، بیای سر ملک و زمین ما قدم بزنه و ملک و زمین ما در تصرف از او باشه؟ خب اینا برمیگرده به همون روحیه قبیله ای و روحیه متاسفانه سنت های قبیله ای که بله. در اسلام عزیز اینا ریشه نداره، بلکه سنت های قبیله ای است که اسلام 1400 سال پیش با اینا مبارزه کرده. بله. بسیار سپاسگزار هستیم. بازم هموطن دیگه ما زحمت کشیدن و از ما سوال کردن، مثبت 93-78 چهار آخر 56-10 میگوین که بعضیا میگه زیارت نمیرن،
میگه که خب انشاءالله قسمت ما شوه، اگر قسمت ما شد میریم. آیا این چیزا درست هست؟ یعنی ما باید صبر کنیم تا قسمتش ما شوه، یا ما خودمون یک حرکتی کنیم، یک مقدماتی رو فراهم کنیم؟ جناب ایدری بزرگوار و بینندگان عزیز، خدای تبارک و تعالی در قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعا، نیست برای انسان مگر او چیزی که تلاش بواسطه تلاش و سعی به دست بیاره. درود بر شما. باز در جای دیگه میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملت را عوض نمیکنه مگر خودشان دست به کار شوند و سرنوشت خودشان تغییر بدن. قطعا حرکت از ما لازمه، قطعا حرکت از ما لازمه و قطعا دعا لازمه و قطعا عمل کرد خوب لازمه. بله، ما ای که میخوایم زیارت امام رضا علیه السلام یا زیارت عتبات عالیات مشرف شوم، اول که باید بخوایم، اول باید حرکت کنم، تکاپو داشته باشم و دعا هم بکنم که خداوند مرا به این کار توفیق بده. و از طرف دیگه هم برخی کارا رو نباید انسان انجام بده. مثلا اگر گناهی میخواد انسان بعد از اینکه توفیق مخواه زیارت خدا به او عنایت کنه اما بعدش گناه کنه، خب ممکنه سلب چی شوه؟ توفیق شوه. قسمتی به این معنا بله هست، اما قسمتی به اون معنا که ما میتونیم دست روی دست بگذاریم، هیچ حرکتی نکنیم، نه دعایی باشه، نه کاری باشه، نه کاسبی باشه، نه پیسه جمع کردنی باشه، نه ویزا گرفتنی باشه، خود نیست دیگه رقم کمی تر شدنی. بعد امام رضا یک شب دخواه ما بیایی بگه بچهش بخیز بیا طرف حرم ما، این رقم نیست. پس از ما تلاش است، از ما تکاپویه و خدای تبارک و تعالی این توفیق رو به ما لطف و کرامت میکنه. در حج خانه خودش هم رقم است، در زیارت پیامبر، در تمام اعمال هم رقم است. جناب ایدرید مگه فاستبقوا الخیرات، این نص قرآنه، یعنی شما به سوی خیرات مسابقه بگذارین. خب مسابقه اینطوری نیست که خب ما بشینیم انشاءالله حالا قسمت شد به امید خدا ما رو دعوت میکنه. میگه مسابقه داشته باشه. در مسابقه چی رقم است؟ پیشکان، نبی پیشکانی که میزنن پیشکان. ما نسبت به کار خیر باید چیه؟ پیشکان بزنیم، از همدیگر پیش شویم، از همدیگر سبقه، البته قربتا الله. نه از بابزی که طرف سوال کرد که گفت که خب ما چندم بگویی یه بار افتهم است که مثلا حج رفتیم یا بار بیستم است که کربلا رفتیم. خب اگر برای فخر فروشی و گپا باشه که اینا به تعبیر قرآن هبا ام منصورایه، یعنی هیچ چی نیست. ولی اگر از باب فسته بخال خیرات باشه بسیار کار نیک مخلصانه. بله، از ما پس حرکت، از خدای تبارک و تعالی برکت. قدیمی و عربای بسیار پخته ای میگفت. بله بله بله، همین رقم است. بسیار سپاسگزار هستیم. اجازه بدید من شماره دیگه از یک از بینندگان گرامی بخوانم. مثبت 93-74، چهار رقم آخر 15-74. ضمن تماس و تشکر از عوامل تلویزیون هادی، درخواست استخاره کردن که خدمت شما بینندگان عزیز و ای بیننده گرامی عرض کنم که استخاره جوابشان به صورت خصوصی داده شده، یعنی برایشان استخاره گرفته شده و جواب برایشان منتقل شده. اجازه بدید که یک وقفه کوتاه داشته باشیم و ادامه سوال های شما را باز از خدمت کارشناس محترم جناب استاد رسولی میپرسم. خدایا رو نگهدارتون باشه، برمیگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى بله بینندگان عزیز و گرامی، مثبت 964-780-255-40-13 همون قسمی که در زیر صفحه های نمایش گیرنده شما هم حک شده، پل ارتباطی شما گرامیان از طریق واتساپ و تلگرام با تلویزیون جهانی بخش فارسی دری
از جمله برنامه خودتان برنامه به وقت بیداری است. بله، همین برنامه که شما به طور زنده و مستقیم بیننده هستید و ما امشب با موضوع پاسخ به احکام شرعی در خدمت شما هستیم. اجازه دهید که برگردیم خدمت کارشناس و پرسش های شما از شبکه. جناب استاد رسولی، یکی از بیننده های ما مثبت 93 75 اگر شماره شما درست بخوانم، چهار رقم آخر 68 97 گفته که ما مثلا قسم، اگه کسی قسم بخوره که فلان کار انجام نده، مثلا قسم بخوره که دیگه از این بعد دروغ نگه، از این بعد غیبت نکنه، از این بعد مثلا مال مردم نخوره، حرام خوری نکنه، ولی خب بعد از قسم خورد، ولی باز قسم خودش هم خورد، یعنی اینکه به این قسم پایبند نماند، این چی تکلیفی داره، حکمش چی است؟ در ادبیات ما هم هست، میگه این نفر قسم خور. بله، این نفری که قسم میخوره و باز قسم خودش چیه؟ میخوره. این قسمت هم مشکنانه به تعبیری که در عربی میگن حنس، به سر شکستن قسم. البته قسم اگر قسم شرعی باشه، چون فرق است بین قسم شرعی و قسم غیر شرعی. خوب. قسم شرعی و قسم یک به نام خدای تبارک و تعالی باشه، فقط به نام خدا. حالا یا الله، همین نام هایی که مخصوص ذات اقدس باری تعالیه، اگر به اینا قسم بخوره که باز شرعی ترش همونی که والله بالله تلا، ولی به خدا میتونه قسم بخوره در فارسی، فارسیش هم بله به فارسی میتونه به خدا قسم بخوره. اما اگر رفت مثلا گفت به امام حسین قسم، به حضرت ابوالفضل قسم، به قرآن قسم، به شب قدر قسم، یا قسم های دیگه ای که در مناطقی که امامزاده دارن خود بله. معتقد هستن به امامزاده بله خودشان. بله به این پالان امامزاده قسم، یا به سر پدرم قسم، یا به نمیفهم دیگه گپا هست، به جان فلانی قسم. اینا هیچ کدامش قسم شرعی نیست. خوب. و چیزی رو به گردن انسان بار نمیکنه که بعدن اگر انجامش داد باز برش مشکل خلق شوه. بله. اما اگر قسم به نام خدای تبارک و تعالی باشه، این میشه قسم شرعی، و کسی که قسم شرعی خودش بشکنانه، یعنی قسم خورده که دروغ نمیگه، قسم خورده که دیگه غیبت نمیکنه، توبه دیدین بجا. بله. توبه این کار دیگه نمیکنم، قسم هم میخوره به نام الله و به نام خدام قسم میخوره، ولی باز مجددا این کار را انجام میده. حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرماید که این شخص باید به 10 فقیر طعام بده، به هر کدام اگر 750 گرم طعام که آرد باشه، کشمش باشه، خرما باشه، گندم باشه، کفاره شکستن قسم ده دارم، یعنی به هر به 10 فقیر 750 گرم به هر کدامش اگر پرداخت کنه کفایت میکنه. حتما باید 10 نفر باشه؟ بله بله، در اینجا همهش ده یک نفر نمیتونه بیده. نه به 10 نه او جای دیگه هم رقم بود، به 60 مسکین نمیتونه مثلا اونجا 30 دونه مسکین جمع کنه به هر کدامش دو سهم بده، اینجا هم 5 دونه رو جمع کنه به هر کدامش دو سهم، نه 10 فقیر رو باید درست اطعام کنه. بله. بسیار سپاسگزار هستم. یکی از هموطنای ما، البته شمارهش از شمارهی که با ما پیام داد از طریق واتساب، از شماره افغانستان مثبت 93 77 4 رقم آخر 58 37 هسته، و فعلا یا موقعی که پیام داده بوده در مدینه تشریف داشتن که ما اگر صدای ما را میشنوان و اگر این برنامه را میبینن ما ازشون التماس دعا داریم، انشاءالله که نایب زیاره ما و دیگر بینندگان عزیز هم باشه. ایشان پرسیدن که ما که در فعلا در مدینه هستم، از اون طرف هم میگه مسافر نمیتونه روزه بگیره، ولی من دوست دارم که در امی شهر پیامبر در کنار مسجد نبی در روزایی که هستم روزه بگیرم، رای وجود داره؟ بله، نسبت به شهر مدینه منوره خدمتتون عرض کنم که میفرمایند انسان مسافر میتونه نیت روزی مستحبی را داشته باشه، یعنی استثنایا؟ بله بله، فقط همیشه همچنان که خدمتتون عرض کنم که در نمازش استثنایا، یعنی در عین حالی که انسان مسافره درست، اما در مدینه منوره و در مکه مکرمه و خدمتتون عرض کنم که در کوفه، مسجد جامع کوفه، نه در کلش اینا، یعنی نه که ما در خود شهر است، نگاه کنید شما در کل مکه، حتی مکه‌ای که فعلا جزء مکه شده، فعلا مکه حساب میشه، بله، قبلن شهر مکه، قبلا مثلا بیابان بوده، اطراف مکه بوده، فعلا در اثر توسعه آبادی شده، آبادیش فعلا شده چیه؟ مکه، مثل کابل که خیلی قسمت‌ها قبلا مال در ساحه خارج کابل بوده، فعلا شهر گسترش پیدا کرده، بله گسترش پیدا، در کل از اون مناطق میتونه نماز خودش به صورت چیه؟ کامل بخونه. درست.
در مدینه منوره کل مدینه منوره میتونه نماز خودش چی بخونه؟ کامل بخونه. در این حال که میتونه، یعنی بله. هم میتونه قصر بخونه، بله. هم میتونه بله 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 بخونه. و میتونه خدمت شما کنم در کل شهر کوفه و ملحقاتش امی کار صورت بگیره. و کربلای معلا، در کربلای معلا فقط البته در شعای 11.5 متری تحت قبه، تحت قبه، جاهای دیگه نمیتونه، جاهای دیگه به اصطلاح مسافر حساب میشه. در اینجا مدینه منوره میتونه این کار را چیکار کنه؟ هم میتونه نماز خود کامل بخونه و هم میتونه روزه بگیره. بله، 3 روز میتونه روزه بگیره در این حالی که درست. مسافر است. بسیار سپاسگزار هستیم، امیدواریم که زیارتشون قبول باشه و سفرشون به خطر باشه. اللهم یکی از همراهان بسیار عزیز و گرامی ما مثبت 93 77 4 رقم آخرم 86 76 پرسیده که من با غیر مسلمان ها رفت آمد دارم، نشست و برخاست دارم. حالا نگهده، ولی خب از سوالش ظاهرا پیداست که در یک از کشورهای غیر مسلمان ساکین هستن. گفته من درباره رعایت طهارت و نجاست چی باید بکنم در چنین وضعیتی وقتی که قرار دارم؟ از اون طرف هم میخواییم که طهارت خود حفظ کنم، نجاست آلوده نشوم، و احکامی که یک مسلمان باید رعایت کنه و غیر مسلمان اصلا برایشون مطرح نیست. البته خب در کشورهای اروپایی اگر اینجا زندگی کنن که حضرت آیت الله العظمى سیستانی اهل کتاب را که یهود و نصارا یعنی مسیحی ها باشه و از طرفی هم زرتشتی ها را، اینا را میگن که پاک هستن، یعنی مشکلی نداره، یعنی دست دادن با اینا مشکل نداره، حتی مثلا غذا خوردن با اینا مشکل نداره، به شرطی که گوشت و این چیزهایی که نیاز و ذبح شرعیه اونا نباشه، میتونه حلال باشه، بله میتونه با اینا چی داشته باشه، مراوده داشته باشه. البته خب از چیزایی هم که نجسه خب قطعا باید پرهیز کنه دیگه، مثلا شراب از نظر ما نجس است که اگر دست زیب شراب بخوره اینا اون چیزای دیگه است، ولی خودی از این اشخاص به ما هو غیر مسلمان نجس نیستن. ولی غیر از این سه گروه بقیه اگر باشه، که ما دیگه نمیخوایم نام ببریم که غیر اهل کتاب، غیر اهل کتاب، غیر از این سه گروه بقیه محکوم به نجاسته، یعنی اگر ما دست ما خیس باشه، تر باشه، با اونا دست بدیم خب قطعا دست ما چی میشه؟ نجس و آلوده میشه. یا اگر لباس ما با بدن تر از اونا بخوره اینا رو باید رعایت بکنه، ولی سه گروه پاک است و هیچ مشکل خاصی نداره. بله نداره. بسیار عالی. آخرین سوال از خدمت شما بپرسم که خانم گرامی از کشور انگلستان مثبت 44 74 68 4 رقم آخرش هم 81 38 پرسیدن که مشکلات زنانگی ما زیاده، از طرفی گفت اگر میشه غسل کنم بازم دچار مشکل میشم، تکلیف ما چیه؟ تکلیف از این خانم بزرگوار و ممکنه خانمای دیگه و حتی آقایان فرصت هست، و حتی آقایان اگر یک زمانی مثلا طرف استعمال آب برش ضرر داشت، ممکنه که بیماری جلدی داره، بیماری استخوانی داره، روماتیسم چیزی بله. داره که مثلا رسیدن آب به بدنش ممکنه دچار ضرر شوه یا بیماریش تشدید کنه یا باعث شوه که بیماریش دیرتر خوب شوه. بله. حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی و بقیه مراجع در اینجا و نظر قرآن و نظر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت را همینجا گفتن، در اینجا به جای غسل کردن یا اگر حتی وضو گرفتن برش مشکل داره و ضرر داره، میتونه هم به جای وضو و هم به جای غسل، غسل هم فرق نمیکنه، هر کدام از این غسل ها باشه، غسلی که خانم ها انجام میتن، غسل جنابت یا غسل های مستحبی دیگه، میتونه از تیمم استفاده کنه، جای گزینش بدلش در شرایط اضطراری و شرایطی که آب نباشه که اینجا نیست، یعنی آب برای بدنش ضرر داشته باشه، میتونه از این استفاده کنه. و تا زمانی که او ضرر باشه، یعنی استعمال آب ضرر داشته باشه برش، میتونه از تیمم استفاده کنه، ولو مدت‌های مدید طوری نیست که مثلا فقط یک روز نه، ولو مدت های مدیدی باشه که آب برای بدنش ضرر داشته باشه، میتونه از تیمم استفاده کنه و تمام اعمالی که منوط به غسله، منوط به وضوئه، با تیمم میتونه اونا رو کلیگش چی بده؟ انجام بده. بسیار سپاسگزار هستیم جناب استاد گرامی، سلامت باشید، امیدواریم که بازم در خدمت شما باشیم و سوال هایی که به طور روزانه همکاران ما تقدیم بخش تولیدی برنامه میکنه بتونیم که از شما پاسخ مناسب دریافت کنیم. از شما هم سپاسگزار هستیم که با ارتباط خودتان و پرسش های خودتان
خدمتگزارتان در تلویزیون جهانی هادی را تشویق میکنین و پشت گرمی هستین برای آنها. همراه با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین رسولی، شب آرام و خوش و گرمی را برای شما آرزو میکنم و شما را به خداوند متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان باشه.